با سلام احترام خدمت دوستان و عزیزان، خدمت شما عرض کنم که شما به هر انسانی در این کره زمین، ملیت، نژاد، دین هیچ فرقی نمی‌کنه، بهش بگی که جایگاه تو این نبوده، میگه آره، حقت ضایع شده، آره، و و و بدشانسی آوردی، هر چی بگی میگه آره. اما اگه به هر کسی بگی عقل نداری چی میگه؟ بدون استثناء خواهند گفت که خودت عقل نداری. پس نتیجه میگیریم که هر کس در دنیا عقل خودش رو قبول داره و نتیجه بعدی این هست که وقتی هر کس عقل خودش قبول داشت، عقل چیزیست که در دنیا به عدالت تقسیم شده. خب، اکثر دانشمندان و بزرگان هم اینو گفتن به جورای مختلف. خدمت شما عرض کنم که شما یک آدم معلول در ذات مجسم کنید، مثلا دست نداره، پا نداره، مشکل داره تو بدنش، این معلوله دیگه، دیده میشه. شما بین اینو دعواش کنید، کتکش بزنید، بهش توهین بکنید، لگد بزنید بهش، آیا دست و پا در میاره؟ آیا درست میشه؟ قطعا نه. حالا بین تشویقش کنید، بهش پول بدید، ناز و نوازشش کنید، آیا باز هم دست و پا در میاره؟ مطمئنن خیر. پس نتیجه میگیریم که باید همراهیش کنید، باش مدارا کنیم، جوری هم که به شخصیتش بر نخوره. توی مطالبی تو فیسبوک دوستان میذارن، خیلی ها متاسفانه مستقیم غیر مستقیم یه جورایی خلاصه یه عده‌ای رو به بیعقلی، بیخردی و و و محکوم میکنن. فرق یک معلول ذهنی با یک معلول جسمی هست که معلول ذهنی دیده نمیشه ولی جسمی دیده میشه. اگر شما تشخیص دادید که آیا تشخیص ما درست است، یعنی کار بس علاده است. حالا یه عده گفتن آقا این کارش اشتباه است، این رفتارش اشتباه است، این از عقلی مشکل داره، آیا باش برخورد کنیم درست میشه؟ نمیشه. آیا تشویقش کنیم، توهین کنیم، هر کاری بکنیم فایده نداره. باید بیایم با عقلی که خودمون قبولش داریم، ما رو خودمون رو باش همراهی کنیم، کمکش کنیم، مستقیم و غیر مستقیم هدایتش کنیم، نه که برخورد. چون لااقل عقل خودمون قبول کرده داشتیم دیگه، میگیم که عقلمون درسته کارش. پس به خاطری که با ما توهین نکنه، برخورد نکنه، بیایم همراهیش کنیم. همراهیش که کردیم با ما رفیق میشه، بعد خودش تشخیص میده در رفتار شما، در کردار شما، در گفتار شما، در اعمال شما چیزهایی رو میبینه که خودش ارتقا میده، یا لااقل دیگه کار قبلی رو نمیکنه. همین خواستم بگم که بیایم به هم توهین نکنیم، بیایم اگر کسی هر چقدر مطلب سیم بهش یه جورایی همراهش بکنیم که به راه درست بیاد. فعلا خدا نگهدار.